آقا چه سفتش رو تا تبه شرخو تا تبه پیچو این کارکو رو بیاد بیاد شده فکر کنم کلیده بزن آدم سالی یه بار خونش عوض کنه یاد میگیره لامپر تا تبه شرخونه این رو چرا آوردی جاش تو آشپزخونه است که ماما جای قهرس نخور دیگه آقا اون گلدونو بده به من بهت میگم زنی نزن زنی نزن دیگه نمیفهمی؟ خواهید میدین چرا آروم آروم نخوره اونجا به گاز نخوره این حوصله ندارم بهت میگم نه آره خانم دم در کارتون دارم کی؟ نمیدونم دوتا آقا قاسم جا این کارتون شکستنی ها رو بده مجید بیاره مجید حواست باشه چیه؟ انتظار نداشتی من اینجا ببینی ها؟ سلام فکر کردیم بزنی آبا از دست رو بیافته میتونی فلنگو ببندین؟ نه به خدا این حرفا چیه؟ با این خونمونو مصادره کرد مجبور شدیم زودی اسباب کشی بکنیم پس تکلیف چکای ما چی میشه؟ شما فرصت بدین چکای شما رو هم قضیش درست فرصت؟ فرصت به اندازه کافی دادیم مگه قرار نبود داشته الدنگت بیاد خونه رو آزاد کنه هاش خانم هم بره خونه رو بفروشه و چکای ما پاس میشه آقا سینا خواهش میکنم قرار بود یا نبود؟ بله قرار بود خب خانده هاش جنابالی که معلوم نیست کدوم گوریه خونه هم که بانک مصادره کرده اینجا چی؟ مال خودتونه؟ نه خیر اجار است حتما یه 100 میلیونی دادیم برای رهن اینجا دیگه نه؟ نه خیر آقا ازی خبرم نیست بگو اونی که چک دادی بیاد پایین درست صحبت کن آقا چک ننت دست همه بگو ننت بیاد پایین حرف دهنه که بفهم مال ننت بیاد تو چی میگی اصلا بگو بیاد پایین آروم 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 اینجا تو چی میگی قربقه خانم آروم شما رو که شهر خرده این کنیمی کسی کاره چک توی خود چی شده مادر؟ هیچی نشده نایی جون هیچی نشده بی احتیاطی کرده خورده به در کدوم در؟ این در ورودی دیگه مادر هم کارمون تموم شده هم به دیگه داری؟ حواستو جمع کن خوب مادر الان میام الان میام اومده پول تو کیفم به بیشتر از اون چیز که باشون ته کردم بهشون ندیم باشه 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 چیو میخوری؟ عشقاشو ای دیوونه شدی؟ نکن دیگه بیا بیا این دست رو رود بکش بریم یه دوری بزنیم نه بابا کجا بیام وضع خوب زندگی رو بیا بابا دست توه بیا بابا من باید قیافه کجا میخوای تو من رو بزنیم درست کنی قیافت رو دیگه خواست بفروشدش بعد دید من ماشینم گذاشتم تعمیر دو سه روز دادش دست من ببین از همین چیزاش خوش هم میاد دیگه حواسش به آدم هست فقط گفته باش اداره نرم حلازاده پس چرا جوابشو نمیدی؟ بعدا ما هم حرف میزنیم دعواتون شده؟ حالا یه دو سه ساعت منتظر شه چیزی نمیشه داب اسمش؟ نه بابا الان نه بابا چیه؟ نه بابا چیه داب اسمش؟ حسل ندارم نه حسل ندارم چیه؟ خب این خوبه؟ امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان نایمده این خوبه ولی آماده باش بس ای جان قلب من آشفه ی دلداد نرنجان ای جان حسی بزن و گردش تقدیر بگردان چرا خاموشه؟ بلنش روشنش کن خود نه اینطوری بهتره آخه من اینجوری که نمیبینمت
پس بیا تلفنی حرف بزنیم. به حال من که فرق نمیکنه. به حال تو فرق نمیکنه. مهم اینه که من میبینمت. چرا ساکتی؟ دارم نگات میکنم. بعد اقلی آدرس بده ببینم چشات کجاست. چی شده سارا؟ هیچی، خسته امروزم. تو نگران نباش. بس نگات کن. سلام. سلام. سلام خانم علی. سلام خانم. در گاف صندوق باز کن کار داره. چش. بفرمایید. رسید فاکتوری مهندس اشرفی رو نفرستادین بر ما. بفرمایید. سلام. سلام آقای همراه. حال شما خوبه؟ احوال شما. خیلی ممنون. بفرمایید بشین. الان آقای دکتر میگم اومدید. بله بسیار. برو بشین تو گاف صندوق. الان امضاشو میگیرم برات میارم. ببخشید آقای دکتر. این اگه نامه مهندس میرجلیلیه؟ بله. اینو اول بخونین بعد امضاش کنین. تو مگه خودت نخوندی؟ اشکالی داشت؟ نه ولی خب بفرمایید. آقای همرازم بیرون منتظر شما هستن. بله اجازه بدین که من صحبتم رو با علیرضا تموم کنم بعد بگیم بیان تو. آقای همراز شما تشبه این داخل. سلام. ببینمت چیکار کردی تا با خودت؟ حالا چرا داشت میرفتی تو اتاق ندیدیش؟ اون قضر چلو بود چه میدونم؟ طوری نشده واسه خودش تو اسباب کشی خورده یه جای دیگه. بیا بهت میگم بیام کمک با من لجبازی میکنی خانم. لجبازی کدوم علی رضا؟ حالا که طوری نشده شب میام کمکتون. نبا پا نشی بیایی اونجا. همه جا به هم ریخته آشوبه. مامانم رسوا میکنه علیرضا. باشه. کاری نداری با من؟ این شرکت؟ آره دیگه. کارم اینجا تمومه. باشه. نازم خیلیش. تو هم. خداحافظ. سلام. سلام. خوبی؟ خوبم. کی پیشه دکتره؟ نرو همراست. این چرا وا نمیده؟ هی بهش این پول نیومده دوباره پا میشه میاد سراغ پول. این دفعه واسه پول نیومده. اینا میخواد تو مناقصه شرکت کنه. خب بهش بگو تو که به قول خود ورشکسته شدی کلی هم بدهی داری دیگه. مناقصه جدید چی انقدر به اون ور نرو. اینجا رو ببین. قشنگه؟ خیلی قشنگه. صبح گذاشته بود تو لابی. مثلا برای معذرت خواهی. به خدا این سعید پسر خوبیه. خیلی هم دوست داره. واسه همین این کارا رو صد میکنه دیگه. وگرنه کی این روزا از این کارا میکنه؟ بچه خود خسته نشده از روات شلخته بلخته ده همینو بچسب دیگه. نظر اینم مثل بقیهشون بشه. نمیشه. بله الان میام خدمت. یعنی چی؟ شما قول دادیم با قاضی حرف بزنین و راضیش کنین.
ده خب اگه قبول حکم جلبشو بگیرن که پس ما وکیل می‌خواستیم چیکار؟ من عصبانی نیستم، من فقط دارم از شما یه سوال منطقی می‌پرسم. یه دقیقه تو کار دارم. موبایلتون رو تحویل بدید. من بعدا با شما تماس میگیرم. سلام مامان جون. مامان برای من نگران نباشی. میرم با شما حرف بزنم درست میشه. از این بعد از این بعد. سلام. سلام بفرمایید. ببخشید برای پرونده مادرم اومدم. اسمشون چیه؟ ناهید قلبانی. مادر بلند شید. بلند شید بریم دادسرا. دادسرا. آقا شما هم بفرمایید بیاید دادسرا. سارا. بفرمایید. خدا جانم سروان، یعنی هیچ راهی وجود نداره؟ نه خانم، این دستور بازیه. بفرمایید. بفرمایید. شما ببین دخترم هیچ رای نداره جز اینکه این چکار رو پاس کنی. آخه نداریم الان بدیم حاج آقا. من دنبال یه وام هستم، سند میخواد. ما سند نداریم. شما یه هفته ده روز به من وقت بدین، من این وامو جور میکنم. امکان نداره. ایشون باید رضایت بدن. تو رو خدا آقا، تو رو خدا نکن با ما این کارو. چطور دلت میاد مادر من که اصلا چشش به اون پولا نیفتاده رو بکنیش تو زندان؟ حاج آقا دو ماه علافمون کردن، 500 تومن پوله. سود اون 500 تومن تو این ما خود حساب کن چقدر میشه. 20% 20% هم حساب کنیم 10 تومن میندازه برات. کم پولیه؟ مشکلشون نزول پولشونه حاج آقا. سود بانکی حساب کردم خانم. مگه بانک‌ها نزول خورن استغفرالله. حاج آقا ما با دستگیری مادر به بقیه شاکی‌های پرونده داریم لطف می‌کنیم. شما دستور بازداشت مادر رو بده، برادر رو تحویل بگیر. شما اینجا در این تکلیف نمی‌کنین. اینجا دیگه کاری نداریم، می‌تونید بدید. خب تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف شما معلومه، مطابق قانون عمل میشه. بفرمایید. نشینی چی گفتم؟ بیرون. حاج آقا خواهش میکنم یه هفته ده روز به من مهلت بدین، من پول این آقا رو جور میکنم. خدا نمیشه. این چه کیفریه؟ هیچ کاری از دست من بر نمیاد. یه هفته حاج آقا. تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که بنویسم 24 ساعت همونجا نگرش دارن که تو این سن و سال پاش به زندان باز نشه. تو هم توی این مدت هر کاری که از دستت برمیاد بکن. قد به این مامانت گفتم جلو بلند پروازیاش واستا، گوش نکرد که. چی شد آخه؟ من موندم و این بچه و یه مشتلب کار شرخه. مامان جان برو دستاتو به شور بیا، قربونت برم. شسته داداشتون تازه افتاده بود به چشم هم چشمی. فلانی سانتافه خریده، نمیدم اون یکی دفته توی یه سال ویلا خریده، کوفت خریده، زهرمار خریده. زندگی واسه من ساخته. با صابون؟ کن بود دوباره. هر شب یکی میاد دم خونم با عربده و ناله و نفرین و فحش. نمیدونی چیا بار منو این بچه میکنن که یه شب آرامش نداریم. بچه‌مو عصبی کردن. گفته به جون من هر شب میزنتم، گازم میگیره، کلافم. خونمش گذاشتمش مهد کودک که راحت باشم. بچه‌های اونجا هر روز زخم و زیر. زنگ زدن گفتن خانم ما از پس بچه‌ی شما بر نمیام. هزار تا مشاور بردم. مشاورم میگن بچه باید با آرامش زندگی کنه. با آرامش خودم من دارم با یه مش قرص اعصاب زندگی میکنم، بچه با آرامش زندگی کنه. مامان چی شد؟ عمه مگه قرار نباشین غذا تو بخوری؟ آب میخوام.
باشه قربونت برم، تو برو بشین غذا تو بخور، من برات آب میارم. حال تو هم جلوی این بچه انقدر گریه نکن. مامانم چرا داره گریه بگله؟ مامانت گریه نمی کنه قربونت برم، من یه ذره دلش گرفته اونم آرومش. تو غذا تو بخور باشه، بیاین آبی که میخواستی. دارم ازش جدا میشم سارا. یعنی چی؟ به خاطر این بچه مجبورم. خودش هم میدونه؟ خودش کجا هست که بدونه؟ صد دفعه بهش گفتم بابا جان ول کن این کارخونه رو، گور بابای این کارخونه نمیخوای. اگه گوش کرده بود ته تش الان دو تا خونه از دست داده بودیم، نه اینکه کل آبرومونو. امروز صبح اومدن مامانو بردن شیما. چی داری میگی سارا؟ سارا همون چک 500 میلیونی بالاخره چکشو گذاشتن اجرا. ای بابا، حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، فقط تا فردا زور وقت دارم، باید یه سندی پولی چیزی جور کنم ببرم بدم به این طلبکار، یه مهلتی ازشون بگیرم تا باید ببینم چیکار باید بکنم. بابای بدبخت منم داره تو این سن و سال سر قضیه میثاق جمع میکنه بره شهرستان. من خودم نمیدونم برم یا نرم. برای چی ریختی همه رو زمین؟ اصلا نمیخورم دیگه. تو رو خدا شیما، مامانم اگه بمونه اون تو دق میکنه. نگران نباش، به نظر من که تهدید طلبکارا با هم دیگه دست به یکی کردن. مامان تو یه هفته اون تو بمونه تو پولام ندین آزاد. اینا دنبال میثاق. یعنی تو نمیخوای واقعا توی موقعیت کمکی به ما بکنی؟ ببین تو شرمی میتونی یه مدت بیان پیش من مامان بمونین، من دنبال یه وامی قرضی چیزی هم پولی اینه میثاقی سارا. میثاقم همینجوری از بابای بدبخت من اون داداشان پول قرض گرفت. کو؟ اگه اون پولمونو پس داده تو هم پولمونو پس میدی. ببین از دار و ندار دنیا هم یه خونه واسه ما مونده. اون بچه چه گناهی کرده؟ نخواه تو سختی بزرگش کنی. مادر من به خاطر پدر همین بچه‌ای که تو الان نگرانشی تو زندانه. مادر تو به خاطر بچه خودش پاشگیره. شیما جان من تا فردا زور بیشتر وقت ندارم، پس حداقل این سندتی دوست چرا از علیرضا نمیدی؟ دیگه فقط کم مونده آبروم جلو خانواده اون بره. مامان شروع شد، دارم میام. رفتم پیش چند تا دوستاش، هیچکی ازش خبر نداره، اصلا معلوم نیست ایرانه خارجه. دادم یه زمه مادر بدبخت من نمیزنه، میدونه پاشگیره ها. باید به خودتو که غریبه نیستی دیگه، هیچکی حتی حاضر نیست بابا یه هزار تومن من قرض بده. میگم شاید به دایید بگی بعد نمشا. نه بابا، خودش یکی از شاکی های میثاقه. امروز بعد دادگاه بودی و میدیدی ماشاءالله نصف فامیل ازش شکایت دارن، از هر کی تو بگی گرفته و پس نداده. یه بگم ناراحت نمیشی؟ چی؟ من به سعید گفتم. ناراحت شدی؟ میدونم نمیخوای کسی بفهمه، ولی خب سعید خودیه دیگه. یاد وقتی بهش گفتم گفت فردا باشین بیاین ببینم چیکار میتونم بکنم. یعنی تا فردا میتونه پول جور کنه؟ حتی هم قد نامید نباش دیگه، استخ بود نتونستم درست سایی باش حرف بزنم. اما کلی آشنا ماشنا داریم من. امروز نایی جونه دیدی چطور بود؟ خوب نبود، حرفم نمیزد. حق داره، فکر کن بعد یه اون معلم یه کار فرهنگی کرده، حالا مجبور شب تو بازداشتگاه بخواب. خیلی علیرضاست به این چی بگم؟ خوبش بگو. چی بهش بگم؟ مگه داره که بده؟ خودش گرفتاری در اخلاقش هم که میشناسی، هرچی بهش بگم بیا بروی باز خودمون. الو سلام عزیزم.
چطوری؟ وایسا 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 ببین من چیزم خیلی بیحال نیستم. نه بابا مثل ما قشنگ نگاه کن چی بالا پایین نیست، ماتیکم سر جای شده، دندونم ماتیک نیست. دفعه اول مگه تو میگی تو چون اینقدر استرس داری؟ دوست چشی؟ چطور؟ نمیاد چیزی بکشی؟ آه حالا کنار من یه چیز میخوره، چون ماماش بازداشته دیگه. بابا بالاخره باید چیزی بخوره. شما مطمئنی چیزی میل نمی‌کنی؟ ممنونم بعد. آره همچه صبونه جای گیرت نمیاد. صبونه خوردم مرسی. تعارف که نمی‌کنی؟ نه. بخور. ببین آیدا گفت گرفتاری، گفتم بیایم بشینیم دور هم ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم. والا خودت که بهتر می‌دونی. تو این بازار بد اقتصادی جور کردن همچین پولیمون هم یکی دو روزه خیلی کار سختیه. البته اگه بخوای من میتونم یکی دو روز این پولو برات وام بگیرم و چک و سفته میخواد کنم خودم جور میکنم. خب اگه اینطوری باشه که عالیه. نه ببین مشکلش اینه که کارمزد 24%. ببین به صرفه است برات، به دردت میخوره. نه 24% خیلی زیاده آقا سعید، من نمیتونم. نه منم به توصیه نمیکنم چنین کاری بکنیم. وایلا گفتم از دیشب تا دنبال یه دوستم هم. که اگه بشه بتونم برات یه جوری قرض الحسنه جورش کنم بدون سود. والا خودم ندارم، آیدا بیشتر میدونه، دستم الان خالیه. اون اگه بشه خیلی خوبه. مادر شما مثل مادر من دیگه، شکشای مادر آدمو که نمیگیره. لطف داری شما. پس با اجازتون من دیگه میرم. شما که چیزی نخوردین، لااقل قهوه‌تونو بخورین. نه من به آیدا گفته بودم باید برم در مادرم. ببخشید بفرمایید شما. فقط آقا سعید این قرض الحسن اگه جور نشود همون وام 24% دیگه گفتین دو سه روزه چی؟ سعید من قرض میگیرم یه حله. یه کارش میکنه نگران نباش. دست شما درد نکنه. خیلی خوب. واسه من میرسونم دیگه. نه بابا تو بمون من خودم میرم. نه بابا تو سمونت نخور. نه برو قول. آیدا. ها. یه دقیقه بیا. ببین این دوست چه جور آدمیه؟ چه نظر؟ اون پولی میتونه برگردونه؟ آره بابا. آره بابا کافی نیست برای برگردوندن 500 میلیون. آره بابا تو یه کار کنی میشه از این مخبسته در بیار. نیسی ها خیلی حال داری. من برای تو همه کار میکنم. قبول میکنم. خدا حافظ. یعنی چی؟ یعنی رفتن زندان. مگه قرار نبود تو امروز بعد از او صبر کنی؟ با کی قرار گذاشتین؟ خدا آقای قاضی گفته بودن. حالا کدوم زندان فرستادنش؟ ببین الو سعید، با همزمان با چند نفر داری حرف میزنی دیوونه شدم؟ ببین ما الان دم زندانی، من چی بهش بگم؟ واضح هم اینو میگفتی دیگه. خدا حافظ. نمیذارم ببینمش. چی میگه آقا سعید؟ میگه ایشالا تا فردی درست میشه. جانم آیدا خوبم، خیلی نگران فردا. آره میدونم ولی خوب دیگه. امیدوار چی
دیوانه. موجودی داره ایشالا دیگه، سرکار نیستیم که ها؟ بابا خیال ته. خیلی خوب، اینم چک مادرش، بفرما. حاجی هم نیمه، چه کنم یه جا گیر کرده. جسارت نباشه، اگه این کار نمی کردیم، حالا حالا بس می دادیم دنبال پولمون ها. چه بازاره دیگه، ببین کارت منه. حاجی دیدی سلام بهش برسون، ببین کار مالی، صادرات وارده، چیز داش بمگیم. قربونه. تموم شد رفت. خیلی ممنونم. سعی می‌کنم پولتون رو زجور کنم. نگران نباشید. ما باید این پولمون رو چطور بگیریم؟ بفرمایید. بفرمایید نایی جون. خوش اومدین خیلی. به خدا نایی جون خیلی جاتون خالی بودم. من میرم حمام. اونجا دمپایی نیست، وایسین الان براتون دمپایی میارم. چیکارش کنم؟ مامان جا بالا رو نگاه کن، این بالا، آها، بی بالا مگه بالا بر خراب بود؟ سلام، نه ولی خب من رو فقط همین طبقه پایین آورد. بیا بابا یه طبقه که دیگه این حرفا رو نداره. اینجا قراره همش یه استخر روباز شه. باربیکیو اون ور می، صندلیام اینجا، دیوارام سر تا سر شیشه، هر طرف که بشینی شهر زیر نگاهته. نگاه کن، اون وقت دیگه یادت نمیره آدم ها تو این دور زمونه چطور دارن تو هم میلونن. ببین همشون دستشون تو جیب هم دیگه است، ولی اونی برنده است که بدون دستش بکنه تو جیب کی؟ نداری باختی. اینجا همش مال خود شماست؟ همش؟ نه بابا، یه سهم کوچیکی. دوست داری اینجا زندگی کنی؟ چطور؟ 1500 متر، متری 30 میشه 45 تا. 40 تا هم میده، ولی خب من میگم اونی که 40 تا داره 45 هم میده، تخفیف نداره. تخفیف مال زیر 1,000,000. یا کن اینجا نقطه پروازه، میخوام بپری، میخوام دستتو بدی به دست من، با هم بپری، میخوام خوشبختت کنم. سارا منظور شما نمیفهمم. یه بله میخوام ازت. ببخشید آقا سید، من نامزد دارم. بابا مگه بله رو فقط برای رابطه و دوستی و ازدواج میگم؟ پیشنهاد من پیشنهاد کاریه. دیدی که 500 خواستی گرفتی، من حاضرم 500 تایی دیگه بهت بدم که بری به باقی مشکلاتت برسی. اون وقت در ازاش من قراره چیکار کنم؟ آها، از مناقصه که خبر داری، چهارشنبه هفته بعده.
پاکت‌ها یک شنبه نهایتاً دوشنبه صبح میرسه به دستتون. من ازت میخوام دوشنبه از پاکت رو برسونی به دست من، سه شنبه صبح سالم و سلامت برگردیم تو گاوصندوق. فکر نکنم کار سختی باشه. بس؟ حق بقیه این وسط چی میشه؟ بقیه کیه؟ همه اون شرکت ها برندن برای خودشون. این یه مناقصه رو نبرم، میرن سراغ مناقصه دیگه. تو به این فکر کن که مناقصه با قیمت کمتری بسته میشه، به بیت المال یه خدمتی میکنی. من این کارو نمیکنم بسه. چه که مادرتو برگردون نه؟ قرارمون نبود. قرارمون چی بود؟ همینجوری 500 تا دادم بهت. آخه گربه هم محض رضای خدا اینجوری موش میگیره سارا خانم. آیدا میدونه؟ آیدا نمیدونه، قرارم نیست بدونه. مادر آیدا که چک نهاره. پس همون اول اون وام دوست شما رو قبول میکردم. اونم باید ضمانتتو میکرد. من اینجوری 500 تا بانک میگرفت. اونم ضامن میخواست. آی مهندس، اومدم باید کار دارم. اومدم. من دوشنبه عصر منتظرتم دم اداره. سه شنبه صبح بشه نمیدونم چه اتفاقی میفته. یه چیزایی هم دست من نیست سارا خانم. سلام. سلام. بی خبر اومدی؟ بشین میرسونمت. نه، با آیدا قرار دارم. داریم با هم میریم خرید. کجا خوب میبرمتون؟ گفتم که با اون قرار دارم. چطور تو بر خرید وقت داری ولی من یه هفته است دارم بهت میگم میخوام ببینمت نمیای؟ وای باز شروع کردی علیرضا. یه خرید دارم میرم دیگه. بشین اینجا جاش نیست، بعدم با هم حرف میزنیم. خداحافظ. وایسا آیدا، منم باید میام. ها، چی شد پس؟ علیرضا چی شد؟ هیچی بابا، اون اعصاب نداره، منم بی حوصله‌ام، باش برم دوامو بشه. چی شده؟ نه بشین بریم. حواست کجاست؟ خوبه؟ قشنگه؟ رنگش خوبه؟ زیر؟ حالا همه چی خوب؟ تو؟ بیرون؟ همه چی اوکیه؟ یکس بگیر. خوب شد؟ سارا؟ خوبی؟
یه چیز شده به من نمیگی ها؟ خوبم یکم بیاسم چیکار کنیم اصلت بیاد سر جاش؟ قلقت بدیم قلقت بدیم قلقت بدم بچه لباسم خراب نکنی بیدم بچه بدم بچه بدم بچه بدم بچه بدم بچه بدم دلت باشه باشه سارا یا میرسم اومد بابا چطورم؟ هیچی فعلا آزمایش دادیم منتظر نتیجه‌شیم از میثاق چه خبر؟ خوبه نمیخواد برگرده ایران؟ فعلا که نه یه چیزی ازت بپرسم؟ چرا یه چند وقت درست حسابی جواب منو نمیدی؟ همش میگی بی‌حوصله‌ای، خسته‌ای. چته؟ چند وقت نیست علیرضا، فقط دو سه روزه ها. دو سه هفته است. قبلش حالت خوب نبود. میفهمم دیگه. نقش بازی میکنی. چرا جواب نمیدی؟ مهم نیست بعدا خودم زنگ میزنم بهشون بله آقا سعید بر چی اینقدر زنگ میزنید شما؟ بر چی اینقدر از من سوال میپرسی؟ تازه امروز یه شنبه است. من خودم به شما زنگ میزنم. موبایل تو چک نمی کنی؟ چی شده؟ ببین چه آماری برات فرستادم. خوب بود؟ نامزه اوکی من رفتم کجا داری میری؟ میرم پاکت های مناقصه رو بزنم تو گاف صندوق تازه از دبیرخونه اومده وایسا منم میام دیدی تونستی مامان جونو آزاد کنی میدونستم میتونی آره تونستم به من به مامان نایت همه چیو توضیح دادم چیو توضیح دادی؟ تو میتونستی کمکمون کنی و نکردی چه فرقی میکنه واسه تو سارا تو دنبال یه چیز بودی منم دنبال یه چیز دیگه خب حالا هر دوم بخواستمون رسیدیم دیگه بله ولی به چه قیمتی؟ بابا بسه دیگه زهر چه کلو بچه این حرفا رو میزنی؟ چیزی من نگفتم مادر جون که قربونش بشم اینا رو خریدم من دخمل خوشگل خودم دست درد نکنه بابا بود دوباره از عمت خدا خیز کن بودو خدا رو شکر مادر دلم برا تایی میشه خدا حافظ امه جون منم دلم برا تایی میشه مواظب خودت باش بیا ماما خدا حافظ خدا قربونت برم ماما جون بی خبر نذارین من به سلامت
یه اون معلمی کردم، بچه های مردم رو تربیت کردم، اما پس تربیت بچه خودم بر نیومده. مامان جان چرا داری گریه میکنی؟ دلم تنگ شده برش، نمیدونم کجاست چی کار میکنی. بسه نخور، ایشالا که حالش خوبه، همه چی درست. حالا تو واقعا از این ناراحتی که دوستت داره از شوهرش جدا میشه؟ آره خب، علی و لاله خیلی همدیگر رو دوست داشتن. بعدم من فکر میکنم اگه علی اینقدر به لاله گیر نمیداد، باش مهربون تر بود، آروم تر بود، خب لاله مشکلش رو بهش میگفت، شاید اصلا همچی کاری رو نمیکرد. چی داری میگی؟ سر خود بدون اطلاع شوهر؟ مگه شوخیه؟ اونم تو این شهر که همه مثل گرگ منتظرن تا تیکه پارت کنن؟ خب مجبور بود، شاید حتما یه مشکلی داشت. همه مشکل داره. علی رضا جان، تو چی؟ تو اگه یه روز بفهمی که من یه اشتباهی کردم و به جای اینکه بهت بگم ازت پنهونش کردم، تو چی کار میکنی؟ نمیدونم، شاید بخشیدمت، شایدم نه. چی شد مدرسه؟ امروز تو مدرسه رفته بودیم زنگ تفریح، خوب. دیدم تقضیه داریم، تشریف میبرین؟ با اجازتون، کاری که با من ندارین؟ نه خواهش میکنم، خسته نباشید. خب بعد دیگه هیچی تقضیه هم نخواهد. با خاله خدافزی کردی؟ خدافز عزیزم. شما مگه تشریف نمیبرین؟ چرا، منم دیگه با اجازتون کم کم میرم. خدافز. خب میخواد ببرم یه چیزی برات بگیرم؟ کجا؟ میرم اینا رو بذارم تو گاوصندوق. شرکه میگه خونه شدی. بابا ما که تازه اونجا بودیم. من میرم. و سلام خانم امیری، کاری داشتی؟ سلام آقای تراب نجات، در گاوصندوق رو باز کن. الان بفرمید.
بفرم. که مادرم چی میشه؟ نگران نباش چشم امنه. تو کارت درست انجام بده، هم چکو میگیری هم باقی پولتو. یعنی چی؟ بیا پایین. بیا بیرون. بله آقا. بفرمایید. بیا بیرون. بیا بیرون. علیرضا. علیرضا. بیا بیرون. بیا بیرون. در باز کن. در باز کن. خیالت راحت شد؟ یا بازم بگم آیدا برات عکس بفرسته؟ والا با اون حرفایی که تو دیشب بهم زدی هر کس دیگه بود همین فکر رو میکرد. هیچ وقت فکرشو نمیکردم اگه یه روزی اتفاقی برات بیفته بری سراغ یکی دیگه. نمیخواستم تو رو درگیر ماجرا کنم. خودت هزار یک گرفتاری داری. آیدا گفت سعید میتونه وامو برامون جور کنه. خب ما رفتیم سراغ اون. همین. چند دفعه بهت گفتم از میثاق چه خبر جواب سر بالا بهم دادی ها؟ چند بار؟ فکر کنی من نمیفهم چه اتفاقی براش افتاده؟ با خودت گفتی اگه بگیم خونه رو فروختیم که میثاق بره اونور خونه بخره کافیه. آره؟ واقعا چی فکر کردی تو با خودت؟ زنگ بزن به این پسر بگو هرچی مدارک دستش داری ورداری بیاره خودم میفتم دنبال وامت. چجوری؟ تو وام میخوای دیگه با من. میخوام اینجا همه چی تموم شه. وام شد شد، نشد ماشین رو میفروشم، پول عروسی رو که گذاشتیم کنار رو میذاریم روش، باقیش هم یه جوری جور میکنیم، نگران نباش. بلند شو زنگ بزن. زنگ میزنم الان. علیرضا نمیتونم الان اینجا جلو مردم تو کافه راحت نیستم، زنگ میزنم. بیرون که میتونی زنگ بزنی که. بلند شو. بلند شو جون. یعنی چی؟ من هنوز یه ساعت هم نشد اون پاکت ها رو دادم به شما. تو رو خدا اذیت هم نکنی، من هرچی میگم شما حرف خودتون رو میزنی که با... خب کاری نداره که پاکت رو بهشون ندین، اگرم دادین پس بگیم. من خودم پول شما رو میدم، چکتون هم پاس میکنم. خواهش میکنم. Thank you.
میریم سمت سعادت آبادآباد. لااقل وقتی میخواستی این کار بکنی به من میگفتی. چی رو میگفتن؟ خودم یه غلطی کردم مودم توش. بعدم به خیال خودم این رفیق تو داری کمکی به من میکنه. تو دیگه چقدر ساده و خری. یعنی تا هفته پیش حرفمون شده بود؟ یعنی تو گفتم حرفای نامربوط میزنه؟ فکر میکنی سر چی بود؟ همین بود دیگه. آقا از من سوالای عجیب غریب راجع به گاف صندوق میپرسید. وای آیدا تو رو خدا کمکم کن قضیه یه جور جمعش کنم آبرو ریزی نشه. آقا احمق میدونی پورسانت پروژه چند میلیون دلاری چقدره؟ این یه میلیاردی که داره بهت میده توش پول خورده. دیدم یه دفعه بی خیال قضیه گاف صندوق شد. فکر کردم شوخی بوده، میخواسته من امتحان کنه. فکر نمی‌کردم انقدر بی شرف باشه که بیاد سراغ تو. اصلا همون موقعی که سارا رو بیار کمکش کنم بعد میفهمیدم. حتی فکر نمی‌کردم دوست صمیمیم هم چیز مهمی ازم قایم کنه. وای آیدا به خدا باور کن من اگه میدونم. علی سلام عشقم. علی چه داره؟ خوبی؟ کجایی؟ یه من الان نمیشم ببینمت. خب مثلا من دلم تنگ شده باشه چیکار باید بکنم؟ بله تنگ شده. شده. سارا؟ حالا چی شده؟ حال سارا رو از من میپرسی؟ خبر ندارم ازش. وای میسی تو من بیام؟ وایسا دیگه دلم تنگ شده به خدا. قربونت برم من. اومدم. خدافظ. آشغال عوضی. دست نبرده باشه تو برگرد. فکر نکنم هنوز. گفتم میرم جای کار دارم. خواهی باید بیام؟ نه نمیخواد. همین الان داشت سراغ تو رو ازم دیگه. این بغلا نگرد من پیاده میشم. موضوع خود باش. نه موضوع خود باش. بیا دیوونه نشی یا میگم برات پس میگیرم. نری غم باد بگیری. برو. سلام چطوری؟ به این مواد برم بیرون. تو به منزودی برمیگردم. ساندویچ میخوری؟ نمیخورم. دلت میخواد یه شب خوب داشته باشی؟ یه شب خیلی خوب. ببین من اینجا وای نمیستم تا تو برگردی. با چطور تغییر فاز دادی؟ نمیدین شمه؟ نه کجا باید بدونم؟ برای چی با سارا این کار کردی؟ عجب دوست دهنلقی داری تو. برای چی؟ به خاطر خودش. به خاطر خودش یا به خاطر خودت؟ به جون تو به خاطر خودش. اینقدر به من دروغ نگو. ای بابا چه دروغی؟ پاکت ها کجاست؟ پاکت ها کجاست؟ بهت میگم پاکت ها کجاست؟ ای چته تو؟ آیدا کجا گذاشتیشون؟ آیدا داری چی کار میکنی؟ پاکت رو کجا گذاشتی؟ آیدا ببین الان عصبانی هست اصلا متوجه من خواهی نکن سعید نکن آیدا با تو هم ای خیلی خوب من میرم جمال من یاده کن آروم شدی باید حرف میزنم من کجا میری؟ کجا میری؟ من رو کلافه نکن سعید به اون پاکت کجاست؟ دادمش به اونایی که بابتشون پول دادم به رفیقت تو خیلی بیجا کردی بدین یه پاکت کجاست؟ آره بیجا کردم به رفیقت لطف کردم باید میذاشتم مامانش همون تو میمون بیا اینجا آیدا دست بابا بلم کن با من برای همین دوست شدی ها اون شهر تو مهمونی هست به همتی کجا کار میکنه آمدی جلو آیدا چند تا دوست دختر مثل من داری ها چند تا دوست دختر داری جلو ریا این که هرشم یه جایی بعد میفهمیدم نفهمیدی من دوستت دارم خب عزیزم منم دوستت خوشگله چاقو بهت نمیاد دختره هرزه بس من چاقو میکشم پاش برو گمشه اینجا بیرون یالا فرد پس آدم خونه تو خالی میکنه اینم میام با لگت پرتت میکنم بیرونم جاتم گوشه خیابونه
آشغال. پاشو میخوام برم بیرون کار دارم. بری. آیدا 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 کجاست؟ نمیدونم، دوست توه. از دیشب اینجا هم خبری ازش نیست. پاکت ها کجا؟ نگفته برام. اگه من ازش خبر داشتم که الان اینجا نبودم. دختر باهوشیه، چون هم میدونه من کلید خونه‌شو دارم، هم میدونه تو رو میتونم راحت پیدات کنم. گذشته صبح اول وقت خودش پاکت رو بره بذاره تو گاوصندوق، ولی کور خونده، چون نمیدونه من دستشو خوندم زودتر از اون دم دره دارم. دره وردی هم یکیه؟ یه در دیگه هم هست، ولی این در پارکینگ آیدا همشه از همین در میاد. تا الان فکر کنم در گاوصندوق باز شده، نه؟ برو که همون اول صبح باز میکنم. خیلی خوب، بهتره تو بری، اونم تا الان اومده اون تو دیگه. ببین فقط بهش بگو هر چقدر دلش میخواد فرار کنه، نره خونه، خوشم من پنهون کنه، بالاخره که باید خوش من نشون بده. بگو سعید گفت قبر خودتو کندی. ببین بیجا، با خودم کار دارم ها. به اون نامزدت هارت وورت میکنه، میگی صبح 500 میلیون جور میکنه و اینا چه که مامانت میره اجرا. به شما خوبی نیومده، برو سر کارت. آقا صادق، سلام. سلام، بفرمایید. خانم نیاکانه ندیدی امروز اومده یا نه؟ نه والا نیومده. ممنونم، ببخشید. الو آقا سعید، مثل این که نیومده هنوز. نمیدونم، پیداش کنم خودم خبر بدم بهتون. سلام علیکم. سلام، شما؟ ببخشید شما. خانم امیری، یه چند لحظه بیان داخل. چشم.
خانم سارا امیری. بله. منشی هستین شما اینجا؟ رئیس دفتر هستنشون. ظاهراً آخرین کسی که دیروز رفته پای گاف صندوق شما بودین. آقای تراب نجات میدونن. اتفاقاً ایشون گفتن. شاید کار خودشون باشه. بهشون هم میرسیم. ما که اینجوری ورود نمی کنیم به قضیه. شما بابا تشریف میارین در آقایی. جناب سرگرد، من به ایشون اعتماد کامل دارم. چیز خاصی نیست. یه سوال جواب ساده است. آماده شیم بریم. چند ساله؟ چند سالی که رئیس دفترم یا چند سالی که توی شرکت کار؟ هردوش. پنج سالی که توی شرکتم، نزدیک دو بلندتر. نزدیک دو سالم هست که رئیس دفترم. توی این پنج سال چند تا مناقصه اونجا برگزار شده؟ دقیقاً که یادم نیست، ولی از زمانی که من رئیس دفترم این پنجمیه. و چه نیازی بوده که اسناد این پنجمی از گاف صندوق خارج شه؟ من هم چیکاری نکردم. شما آخرین کسی بودین که رفتین پای گاف صندوق. من رفته بودم اسناد برآورده پروژه رو بذارم. اسناد؟ اسناد برآورده پروژه هایی. من خیلی اتفاقی اسناد برآورده پروژه شبیه اسناد مناقصه بودن. شما در واقع میخواستین این اسناد وارد گاف صندوق کنین که بتونین اون اسناد خارج کنین. همچین چیزی. ایشون پیش ما میمونن تا تحقیقاتمون کامل شه. چند ساعتی وقت دارین که فکراتونو بکنین، شاید چیزی یادتون بیاد. من که کاری نکردم. چیزی یادتون نیومد؟ من کاری نکردم جناب سرکرد. شما آخرین کسی بودین که رفت پای گاف صندوق. شما یه دوستی هم داریم به اسم خانم طاهره نیاکان که بهش میگین آیدا؟ خبری ازشون دارین؟ نه خیر، خبری ندارم. نمیدونین چرا امروز نیومده سر کارش؟ نه خیر، منم نتونستم باش تماس بگیرم. آخرین بار کی دیدینش؟ دو روز پیش. دو روز پیش. امیدوارم راست گفته باشه. با مقام قضایی هماهنگ کنیم، فعلا به قید ضمانت آزاد شن. خیلی زود میبینیم اتون. من کاری نکردم جناب سرگرد. تو چرا در مردی؟ ببین هنوز چیزی مشخص نیست، ولی ظاهراً آیدا دیشب تصادف کرده، الان تو بیمارستان. چی؟ گوشیش تو تصادف خورد شده، نشناختنش. مشخصات ماشین رو گرفتن و به خانوادش خبر بده. کدوم بیمارستان؟ چی شده؟ بیرشون بهتون تصدیق.
بله آقا سعید. چی؟ پایین؟ اگه مثل بچه آدم رفتار میکردی، اگه چیزایی که بهت گفته بودم مو به مو اجرا میکردی، الان هایده زنده بود. مفت مفت رفیق تو رایی قبرسون کردی. مفت! حالم نایمدم این چیزا رو یادت بندازم. اومدم بهت بگم قضیه پاکت ها هنوز تموم نشده. حواستو جمع میکنی. باشه؟ آفرین. انگار نه انگار. همه چیو تکذیب میکنی. همه چیو. یه همچه که مادرت هم نباش. بعد این فکری به حالش میکنی. شما خانم طاهره نیاکان رو چقدر میشناختین؟ خیلی صمیمی بودیم با هم. یعنی یه کاری میخواست بکنه بهتون میگفت؟ چطور؟ بهتون گفته بود میخواد پاکت ها رو برداره؟ یعنی چی؟ یعنی شما خبر سرقت پاکت رو توسط دوستتون رو ندارین؟ من منظور شما نیم. بشینین. چه دوست صمیمی بوده که موضوع به این مهمی رو از شما مخفی کرده؟ اینا پاکت های دزدیده شده است. تو ماشین اون بوده. اتفاقا ایشون هم یکی از کسایی بوده که اون روز رفته پای گاف صندوق. یعنی شما میخواید این کار آیدا بوده؟ به هر حال اینا تو ماشین اون بوده. خیلی هم کار سختی نبوده براش. اما احتمالا هم دستایی داشته. باید بررسی بیشتری بشه. شما فعلا از تهران خارج نمیشین. پلیس اومده بود از همه ما تحقیق. با کی میرفته، با کی میومده. شما میدونی با کی رفت آمد میکرده؟ از اولشم میدونستم این دختر عاقبتش اینه. باور کن چند بار به همین خواهرش گفتم آیدا دختر سالمی نیست. هی زبونش گاز میگرفت میگو پشت سر خواهرم غیبت نکن، حرف نزن، بفرما تحویل بگیر. خانم دزد از کار در اومد. شما که مطمئن نیستین، شاید دارین اشتباه میکنین. کدوم اشتباه؟ هر بار میومد دیدن زهره یک کادو گرون قیمت میآورد. از کجا اومده بود اون همه پول؟ ما سر ساده هستیم اما احمق نیستیم. که دفنش میکنن فردا. منتظرین پدر و مادرش برسن. چرا نمبرین شهر خودتون؟ همینجا آبرمون رفته بس. همین که برسیم اونجا خبر دوزی دهن به دهن میشه، مردم توف و لعنمون میکنن. خانوادش دیگه نمیتونن سر بالا بگیرن. حامد، آقای جعفری داره میره. سلام حامد جان. سلام حامد. چیکار میکنی؟ گفتم یه حلوا برای این بچه درست کنم. کار خوبه میکنه.
سارا جان مامان دمی در میخوانی کیه؟ یه آقایی نشناختمش. چی میخوای توی راه برا هر شب پامشی میدر خونه ما؟ نمیشه عصبانی خورده آرومتر؟ عصبانی نباشم؟ یه دقیقه بیه تو ماشین کارتون دارم. من کاری ندارم با تو. خانم ازت خواهش میکنم، تو رو خدا یه لحظه، فقط یه لحظه. کارتون بفهمه. اومدم بابت رفتار دیشب ازت معذرت خواهی کنم. خدا از مرگ آیده خیلی عصبانی بودم، خیلی دوستش داشتم، دلم میخواست یه زندگی خوب براش بسازم، ولی از وقتی رفته این دیوونه ها شدم اصلا نمیدونم چی کار بکنم. سارا خانم تو رو خدا جون هر کی که دوست داری نزد پای من کشته بشه وسط این ماجرا. به خدا اگه آیده هم بود راضی نمیشد این کارو بکنی. پای شما وسط کشته نمیشه. پاکت دار تو ماشین آیده پیدا کردن. فکر میکنم همین چی کار اون بود. اینجوری که خیلی خوبه، کافیه چند روزی حواسمون رو جمع کنیم همچی تموشه بره دیگه. من که ارتباطم با آیدا یه سیم کارت بدونم که دیگه نیست. شما مگه حرفی نزنی که کسی چیزی خبردار نمیشه. کاری نداری آقا سعید. سارا خانم حواست باشه همه چی با لو دادن من تموم نمیشه ها. من ممکنه بتونی بکنی تو زندون، ولی من این بیرون آدم زیاد دارم. حواستو جمع کن. بفرمایید. راسته این پسر سعید برای چی امروز نیومده بود؟ نمیدونم. فهم کردم قضیهشون جدیه. واسه خودشون جدی بود. به خانواده هاشون مثل که امروز نگفته بودن. تو چی؟ ندیدیش سعیدو؟ که؟ از بعد همون روزی که با هم حرف زدیم. یه بار اومد در خونه من. اومده بود در خونه برای چی؟ مداره که آورده بود؟ مداره که در کار نبود نه؟ چته تو؟ کجا داری میری؟ سعید واقعا قرار بود برات وام جور کنه؟ چی شده باز؟ جواب منو بده. قرار بود وام برات جور کنه؟ بله قرار بود وام جور کنه. چرا دروغ میگی سارا؟ خسته نشد اینقدر دروغ گفتی؟ فکر کردی من احمقم نمیفهمم؟ با تو دارم حرف میزنم. تو اون روز چی بردی برای سعید؟ مدارک وام نه؟ ها؟ درست بعد ساعت کاری؟ درست بعد اینکه رفتی سراغ گاوصندوق؟ سارا سعید کیه؟ چرا 500 تومان به تو داده؟ داده که تو این کارو براش بکنی نه؟
من این مشکل رو حلش میکنم اگه راستش رو بگم. دوستی پاکت کار تو بوده؟ بوده؟ خانم امیری، مسئولین وزارتخونه از ما خواستن تکلیف پرونده رو روشن کنیم. به هر حال مناقصه مهمی بوده و باید هر چه سریعتر مناقصه جدیدی انجام بشه تا مردم هم به کارشون برسن. مدارک علیه دوستتون خانم طاهره نیاکانه. اول اینکه پاکت‌ها تو ماشین ایشون پیدا شده. دوم اینکه ایشون تو خونه زندگی می‌کردن که هیچ تناسبی با حقوقی که از اینجا می‌گرفتن نداشته. و سوم اینکه با شماره تماس داشتن که این شماره الان در دسترس نیست. و جالبه که هویت پشت شماره هم جعلیه. البته این شماره تو لیست تماس‌های شما هم بوده. خب بله، شماره پسری که قرار بود با آیدا ازدواج کنه. هر وقت آیدا رو پیدا نمی‌کرد با من تماس می‌گرفت. یعنی تو این روزا هم پیگیر دوستتون بوده؟ بله. البته قبل از مرگ آیدا. پس احتمالاً دوستتون پاکت‌ها رو می‌خواسته برسونه به اون پسره و تو راه تصادف می‌کنه و اون نمی‌رسه. هیچ نشونی چیزی ازش دارین؟ من فقط یه بار دیدمش. بقیه‌اش همیشه تماس تلفنی بود. اسمش چی بوده؟ حمید. حمیده؟ نمی‌دونم. خیلی خوب. پیگیری میکنیم. شما 500 میلیون از کجا آوردین؟ 500 میلیون؟ پول آزادی مادرتون. خب ما اون پول قرض کردیم از یکی از دوستان نام زدم سعید. بعدم قرضه. قرار وام بگیریم و پسشون بدیم. بله شما اگه بانکو پیگیری کنیم متوجه میشین که ما واسه گرفتن وام اقدام کردیم. برای ضمانت اون وام ایشون با منم صحبت کردن. اگر قرار باشه که دوستتون بیاد دادگاه شهادت بده حاضر بیاد؟ آره حتما. خیلی خوب. با شواهد و مدارکی که موجوده این پرونده فعلا بسته میشه. میمونه دادگاه که احتمالاً برای شهادت باید بیاین. تشریف بیارین برای امضای این. شما هم تشریف بیارین امضا کنین. شما هم باید امضا کنیم. چرا امضا نمی کنیم؟
داری میگی سارا؟ چرا چرت و پرت داری میگی؟ جناب سرگرد این احساساتی شه داری دریبری میگه. با تو هم سارا بگو داری مزخرف میگی سارا.